خب ما الان لایف هستیم. سلام میکنم به همه دوستان و عزیزانی که دارن ما رو میبینن یا بعداً بازپخش این برنامه رو میبینن. من امروز از آقای شریعتی از ونکوور کانادا دعوت کردم که تشریف بیارن، زحمت کشیدن اومدن و گفتگو داشته باشیم، صحبت کنیم در مورد بیزینس آنلاین. ایشون با تجربه هستن، یه مدت بیشتری هستش از من که تو این بیزینس هستن و در واقع میتونن بیشتر راهنمایی کنن دوستانی که جدیدن میخواین جوین بشن. من اول خودم معرفی کنم. من ندا هستم، ندا مهاجرانی، از ملبورن استرالیا. حدود 13 سال هستش که با همسرم مهاجرت کردم به استرالیا. یک دختر 6 ساله دارم و اینجا درس خوندم، کار کردم، دکترا گرفتم و شغل اصلیم هم پروداکت دیزاین هست و یه مدت هم هست که بیزینس آنلاین خودم شروع کردم و در واقع ما اینجا هستیم که به دوستانی کمک کنیم که میخوان وارد بشن و در مورد چالش هاش صحبت کنیم، در مورد مزایاش و در مورد اینکه چقدر راحت میتونن بیزینس خودشون رو ران کنن. سلام آقای شریعتی، خوش آمدید. سلام، حالتون خوبه؟ خوبین؟ ممنون، متشکر. ممنون از اینکه دعوت کردین. خواهش میکنم، ممنون که پذیرفتید. میدونم سرتون شلوغه، بیزینس دیگه ای هم دارید، ولی خب ممنون که دعوت منو پذیرفتید. اگه ممکنه خودتون رو معرفی کنید برای کسایی که نمیشناسنتون. خواهش میکنم. همطور که معرفی کردید، من اسمم مهدی شریعتیه و همکنون در ونکوور کانادا زندگی میکنم. ما هم 5 سال پیش به اتفاق خانواده و برای ادامه تحصیل بچه‌هامون مهاجرت کردیم کانادا و در تورنتو زندگی می‌کردیم و اخیراً یک مهاجرت جدیدی به شهر ونکوور داشتیم، چون فاصله این دوتا شهر انقدر زیاده که انگار رفتیم یک کشور دیگه. حدود 4500 کیلومتر فاصله است. من فوق لیسانس زبانشناسی دارم و در ایران توی حوزه گردشگری کار می‌کردم سالیان زیاد، ولی بعد از اومدنم به کانادا که تقریبا مصادف شد با ایامی که کرونا جهانی شد و اکثر بیزینس ها مخصوصا بیزینس گردشگری دنیا رو تحت تاثیر قرار داد، خب شغلم رو عوض کردم و مدتی در تورنتو به عنوان مدیر فروش در یک نمایشگاه اتومبیل کار میکردم و با اون تجربه‌ای که اونجا به دست آوردم الان اومدم ونکوور و یک نمایشگاه اتومبیل کوچیکی رو برای خودم راه اندازی کردم. بیزینس اولم نمایشگاه اتومبیله، ولی این کار آنلاین رو با توجه به علاقه‌ای که به فضای مجازی داشتم برای اوقات فراغتم شروع کردم و همونطوری که خدمت شما عرض کردم حدود بیش از یک سال هست که فعالیت دارم. خب خیلی هم عالی، به سلامتی. آقای شریعتی، برای ابتدا میخواستم اگه ممکنه یک کانسپت اصلی در مورد این بیزینس تعریف کنیم با هم که در واقع کلن در مورد چی هست، ما چی کار میکنیم تو این بیزینس و بعد بریم سراغ مزایاش و سراغ اینکه دوستان چجوری میتونن وارد بشن و این بیزینس رو برای خودشون ران کنن. بله، خدمت شما عرض شد که اگر بخوام در یک جمله یا یک پاراگراف خیلی کوتاه بگم که ما در حقیقت داریم چی کار میکنیم، ما بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی رو داریم همزمان یاد میگیریم و همزمان داریم اجرا میکنیم. هیچ کدوم از ماها که وارد این کار شدیم تخصص مارکتینگ یا تخصص فضای مجازی رو نداشتیم. خیلی از ماها رشته‌مون اصلا هیچ مرتبط نبوده به این موضوع، ولی حالا هر کسی با توجه به سلیقه خودش و بنا به دلایل خودش شاید وارد این کار شده باشه، ولی چیزی که مسلم هست اینه که بر اساس آخرین بررسی‌هایی که انجام شده در طول ماه یه چیزی حدود بالای 68 ساعت هر کدوم از ما در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی مختلف حضور داریم. این حضورمون بیشتر سرگرم کننده یا شاید مثلا بیشتر سرگرم کننده است یا از روی فان هست که وقتمون رو میگذاشتیم. بعد از اینکه متوجه شدم که خب من این 68 ساعت رو که حالا سالیان سال هست که بنا به شغلی که داشتم و بنا به علاقه‌ای که داشتم، خب من یکی از اون آدمایی بودم که قطعاً بالای 68 ساعت در ماه وقت میذاشتم،
گفتم اینو تبدیلش کنم به یک بیزینس دومی که همین از همین ساعت وقت گذاشتن بتونم یه درآمد دومی هم داشته باشم. کار اصلی ما بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی، همزمان داریم یاد میگیریم و همزمان داریم اجرا میکنیم تا زیر ساختاش رو بسازیم. اگر توضیح بیشتری بخوام بدم که بگم که ما در حقیقت هر کدوممون یه چیز بوده 160 هزار نفر در سراسر دنیا الان تو این سیستمی که من و شما الان داریم کار میکنیم، بیش از 160 هزار نفر الان فعالن، مثل من و شما آموزش دیدن، بالای 90-95 درصدشون هیچ تخصص قبلی تو این زمینه نداشتن، دانش خاصی نداشتن و با آموزش های گام به گامی که دیدن پله پله که اومدن جلو زیر نظر یک مربی و یک منتور که به صورت رایگان همیشه باشون داره کار میکنه و باشون در ارتباطه، یاد گرفتن که چطوری اون 68 ساعت رو پروداکتیوش کنن و بتونن ازش منافعی و درآمدی رو ایجاد بکنن. که حالا مزایای بسیار زیادی داره این کار آنلاین. من در رابطه با موضوع راه اندازی کسب و کارهای آنلاین چند روز پیش اتفاقا یه لایوی داشتم و مونولوگ بود، خودم صحبت میکردم، یه تحقیق تازه داشتم. ببین، اینترنت در سال 1969 برای اولین بار راه اندازی شد. راه اندازیش به چه نحوی بود؟ یک پیامی که حاوی سری اطلاعات بود از دانشگاه UCLA برای مرکز تحقیقاتی دانشگاه استنفورد فرستاده شد. 11 سالی طول کشید تا سال 1983 این در اختیار تقریبا عموم قرار گرفت. یعنی تاریخ تولد اینترنت رو میگن اول ژانویه 1983 هست، یعنی تقریبا 40 سال، 41 سال پیش. توی این 41 سال گذشته جمعیت بسیار زیادی از جمعیت کره زمین به اینترنت دسترسی پیدا کردن. بیش از 5 میلیارد نفر، 5 میلیارد و 700 میلیون نفر الان در سراسر دنیا به اینترنت وصلن و حدود بالای 68 درصد از این جمعیت که حدود 4 میلیارد و 700 میلیون نفر میشه در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی مختلف حضور دارن. بزرگترین شبکه اجتماعی که مردم درش حضور دارن همین فیسبوکیه که الان من و شما توش لایف داریم و بعد از اون حالا شبکه‌های اجتماعی دیگه مثل اینستاگرام، لینکدین که اینا هر کدوم کاربردهای خاصی داره، یا تیک تاک که جدیده، یا مثلا فرض کنین یوتیوب، تمام اینا هست. حالا با توجه به این گستردگی و پیشرفت اینترنت در سراسر دنیا، دامنه نفوذش بسیار بالاست و دسترسی مردم رو به همدیگه بسیار آسون کرده، فضای بسیار جالبی رو به وجود آورده برای بازاریابی. شما میتونین کالایی رو که تولید میکنین یا خدماتی رو که بلدی درایه بکنید یا حتی کالا و خدمات شخص دیگری رو بیارید به زبون خودتون، که قطعا آدمایی در دنیا هستن که دوست دارن اون نحوه حرف زدن و ارائه مطلب شما رو فقط ببینن، یا مثلا ادعی هستن نحوه ارائه مطالب منو دوست دارن. در صورت هر کسی با توجه به دانشش و با توجه به سلیقه شخصیش میتونه یه سری مخاطب از توی این جمعیت بزرگ داشته باشه و به همین دلیل بازار بسیار مناسبی رو برای بازاریابی به وجود آورده اینترنت. و به همین خاطر توصیه میشه که هر کسی حداقل از یه جایی شروع بکنه و یه کسب و کار اینترنتی رو راه اندازی کنه که ساده ترین، کم هزینه ترین و یکی از بهترینش که راحت تر میتونیم یاد بگیریم همین موضوع بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی هست. ببخشید بزنم معلمم بودم وقتی میکروفون میگیرم دیگه ول نمی‌کنم. خیلی هم عالی، داریم استفاده میکنیم. واقعا چه اطلاعات مفیدی گفتی در مورد اینترنت، در مورد اینکه زندگی آدم‌ها این روزها چقدر تحت تاثیر این علم جدید قرار گرفته. چقدر الان تمام بیزینس‌های آفلاین خودشون توی شبکه‌های اجتماعی در واقع یک پیج دارن و اونجا هم دارن تبلیغ میکنن. دقیقا. و اصلا همه یه در واقع ناگزیر هستش، آدم ها دیگه یه جورایی مجبورن استفاده کنن هر چقدر که مقاومت کنن، مخصوصا اونهایی که سنشون بالاتر هست.
ولی مخصوصا تو این دوران کرونا مشخص شد که آدم ها دیگه مجبورن استفاده کنن، خریدها آنلاین شد، کارها آنلاین شد، بعد درس خوندن ها آنلاین شد بیشترشون، و فهمیدیم که در واقع این علم جدید نه تنها چیز بدی نیست، در واقع داره به زندگی آدم ها کمک میکنه. ولی خب چه خوب به قول شما که درست استفاده کنیم، یعنی حالا داریم وقتمون رو تلف میکنیم تو اینستاگرام، روزی 1 ساعت 2 ساعت بالا پایین میکنیم، آدم های مختلف رو فالو میکنیم و در واقع داریم یه پولی میریزیم تو جیب اونا، چون اونا دارن در واقع تبلیغ میکنن و ما فقط یوزر اونا هستیم، کاستومر اونا هستیم. و چه خوب که یاد بگیریم که ما هم یه پولی در بیاریم از شبکه‌های اجتماعی، حالا که ما داریم وقتمون رو میذاریم، داریم اینترنت مصرف میکنیم، یاد بگیریم که پولم در بیاریم. و در واقع این علم جدید مارکتینگ اومده داره کمک میکنه که ما درآمدزایی داشته باشیم. و خب خیلی مزایای مختلفی داره. 3 تا از مهمترین اونها که من اتفاقا چند روز پیش روی صفحه اینستاگرامم پست گذاشتم، location freedom, time freedom and financial freedom، یعنی شما 3 تا مزایای خیلی خوب دارید تو این بیزینس که از هر جایی میتونید انجام بدید، تو مسافرت، تو خونتون، یه کشور دیگه، و زمانش دست خودتونه، میتونید بچه‌تون رو بخوابونید، نصف شب کار انجام بدید، صبح زود، هر ساعتی که دلتون بخواد، و فاینانشال فریدم یعنی در واقع اون پولی که به دست میارید یه جورایی به صورت اتوماتیک برای شما کار میکنه. اوایلش خب زحمت داره، بیزینستون رو باید ران کنید، مثل همه بیزینس ها اینوستمنت میخواد، پشت کار میخواد، زحمت میخواد، ولی خب جوری هستش که شما اگه 1 روز مغازتون رو ببندید، بازم اون سیستم اتوماتیک داره برای شما درآمدزایی میکنه. اینجوری نیستش که شما هر روز بلند شید برید مغازتون رو باز کنید، اگه یه روز بسته باشید مشتری شما بره و شما هیچ پولی در نیارید. این آنلاین بودن این سیستم و این بیزینس خوبیش همین هستش، و خیلی چیزهایی که دیگه شما هم بهش اشاره کردید. و در واقع من میخواستم بگم که یه بی‌اعتمادی هم وجود داره در مورد این بیزینس های آنلاین. خیلی ها فکر میکنن که ما واقعی نیستیم، ولی خب ما بهشون میگیم که بیای سوشال مدیا ما رو فالو کنید، ما رو ببینید، ما فامیلی داریم، هممون در حال کسب و کار خودمون رو داریم، هممون تحصیل کرده ایم بیشتریامون، و زندگی های معمولی داریم، حالا هر کس با یه بک‌گراندی، با یه پیشینه‌ای، ولی خب تصمیم گرفته که به خاطر درآمد بیشتر بیاد بیزینس خودش رو شروع کنه. ما مهاجرایی که از ایران اومدیم، در واقع هدف بیشتریامون این هست که درآمد بیشتر داشته باشیم یا درآمد جانبی داشته باشیم، ولی خب حالا هر کس بازی هدف بالاتری داره، یکی میخواد به پدر مادرش کمک کنه، یکی میخواد برای فرزندش در واقع آینده بهتری بسازه، یکی میخواد خونه بخره، حالا هر علت دیگه ای، ولی خب هممون دنبال درآمد بیشتر هستیم. و حتی خیلی ها هستن تو این بیزینس که شغل اصلیشون رو گذاشتن کنار و در واقع شغل اصلیشون رو کردن این بیزینس، و واقعا دارن بیشتر از اون درآمد اصلیشون، کار اصلی که گذشته داشتن، دارن پول در میارن. آقای شریعتی، من میدونم که شما ونکوور هم یه بیزینس دارید، فکر میکنم نمایشگاه ماشین، درسته؟ همون لایوتون که چند روز پیش گذاشتید، هم گفتم آره بعد میخواستم اگه ممکنه مثلا یه مقایسه‌ای داشته باشیم، این که بیزینس آفلاین با آنلاین چه فرقی میکنه، چه مزایایی داره هر کدوم، چه چالنجایی داره، و در واقع باز یه ذره باز کنیم این مسئله رو برای دوستان. بله، همونطوری که عرض کردم، یکی از بزرگترین مزایای راه اندازی یک بیزینس آنلاین یا کسب و کار اینترنتی کم هزینه بودنشه. ده. یعنی اینکه شما برای راه اندازی یک بیزینس به سرمایه آنچنانی نیاز ندارید، چون در یک کار آنلاین، در یک بیزینس آنلاین، قطعا شما به یک محیط فیزیکی نیاز دارید که حالا یا باید مالکش باشید یا باید اجاره بکنید که بخش زیادی از درآمدتون رو بابت اجاره باید پرداخت بکنید.
و یه سری خدمات حاشیه‌ای مثل آب و برق و گاز و نمیتونم تلفن و تبلیغات و ایکس و ایگرگ و زد داره که در طول ماه اعداد و ارقام آنچنانی میشه و در مقایسه با چنین کارهایی خب قطعا راه اندازی کسب و کار آنلاین خیلی خیلی هزینهش کوچیکه. حالا مثلا فرض کنید کسی که میخواد یه رستوران راه اندازی کنه یا همین نمایشگاهی که در حد 15 تا 20 تا ماشین یوزد معمولی داشته باشه، دیگه سرمایه زیر 200,000 دلار نمیتونه در حالا جایی مثل کانادا یا حتی در همون استرالیا بیزینسی رو ران بکنه و در مقایسه با این عدد به این بزرگی راه اندازی یک کسب و کار آنلاین عددش اصلا انقدر ناچیز و پیش پا افتادنیه که پیش پا افتاده است که اصلا نمیشه بهش اشاره کرد. ولی از دیگر مزایای یک کسب و کار آنلاین اینه که شما بخش زیادی از کار آنلاینتون رو با توجه به ابزارهایی که فضای مجازی در اختیارتون گذاشته میتونید اتوماتیدش کنید، یعنی به صورت اتوماتیک بهش برنامه بدید، بگید برو برای من یه همچین افرادی رو پیدا کن، محصولات من یا خدمات من رو ببر به این افراد نشون بده، سن و سالشون بین این سالها باشه، علایقشون این باشه، در فلان جای دنیا زندگی بکنن و اینکه حتی توی بخش ایمیل مارکتینگ که یک بخش خیلی مهمی از فضای کسب و کار اینترنت ایمیل مارکتینگه، یعنی شما نمیتونید تمام اون محصولاتتون رو در یک ویدیو یا در یک صحبت مثل این لایوی که من و شما داریم همه رو صفر تا صدش رو توضیح بدید. بخش زیادی از این اطلاعات رو باید به صورت ایمیل بفرستید که اینا به صورت اتوماتد انجام میشه. یا اینکه حتی سوال اگر برای کسی پیش میاد، سوالات رو از قبل شما میتونید یا حدس بزنید یا از بین سوالات و پرتکرار یه سریش رو جواباش رو آماده بکنید، به محض اینکه طرف سوال میکنه جواب در اسرع وقت بهش داده بشه و به این ترتیب شما 24 ساعت شبانه روز در طول 7 روز هفته اویلیبل هستی برای مشتری بدون اینکه خودت انقدر وقت بذاری. شاید مثلا با 1 ساعت 2 ساعت کار در روز به اندازه یک کار آفلاین که تمام وقت بخوای کار بکنی شما میتونی پاسخگو باشی و درآمد کسب بکنی. اینا از مزایای بسیار عمده کسب و کار آنلاین هست. ولی خب همونطور که عرض کردم اول عرایزم، من به عنوان کار دوم و با توجه به علایقم این کار رو شروع کردم و خب من همزمان با اینکه کار گردشگری انجام میدادم معلمم بودم. من با نسل جوان جامعه با بچه های دبیرستانی در ارتباط بودم، حدود 20 سال همزمان با کار گردشگری و خب قطعا جوانی که توی اینترنت به دنیا آمد، یعنی در زمان اینترنت به دنیا آمد و در با اینترنت بزرگ شد، اون راحت تر فضای مجازی رو میپذیره تا منی که شاکله وجودیم شکل گرفته بود و بعدن اینترنت به میگم سال 1983 تاریخ تولد اینترنت، یعنی از من خیلی کوچیک داره. من شاهد بزرگ شدن این اینترنت بودم، من و امثال من. ولی متاسفانه بنا به دو دلیل، یک اینکه ما قبل از اینترنت به دنیا اومدیم و هنوز اعتمادی به یک موجود کوچکتر از خودمون که در حال بزرگ شدن هست نداریم، یک دوما از یک کشوری داریم میایم که متاسفانه توی این سالهای اخیر موضوع این که توی هر زمینه کلاهبرداری میشد هممون تجربیات بدی داریم و حتی حضوری میرفتی شما یه خریدی میکردی یا یه کاری رو انجام میدادی ممکن بود کلا سرت. ولی این موضوع در بین ملیت‌های دیگه اینطوری نیست، یعنی من می‌بینم توی این کامیونیتی 160,000 نفری افرادی هستن از ملیت‌های دیگه و مثلا فرض کنین اونایی که خیلی خیلی موفق بودن تو کار ما چند تاشون هستن اون تاپ لول ها فیلیپینی هستن یا اسپانیایی هستن و کامیونیتی اونا با همدیگه همچین برخوردی رو ندارن، اینکه قبل از اینکه بخوان شخص شما رو بشناسن با تعامل داشته باشن ازت سوالاتشون رو بپرسن اولین چیزی که بهت بگن تو کلاهبرداری، تو اسپمی، تو دروغ داری میگی و فلان.
و آدمایی هستن بسیار موفق، اعداد و ارقامی که دارن در میارن، اون آدمایی که در 4-5 سال پیش شروع کردن و مثلا مال ملیت فیلیپین هستن، اعداد ارقام قابل باوری نیست. یعنی اصلا حس کردن این عدد که شما در یک سال این عدد رو در بیاری خیلی سخته. طرف تو یک ماه این درآمد رو توی حوزه بازاریابی در میاره. بنابراین ما چند تا مشکل داریم. یک جنریشن، حالا اول جنریشن یک کمی سخت‌ترن، گارد میگیرن و خب که کم کم بپذیرن این موضوع رو یک کمی براشون سخت‌تره. و خدمت شما عرض شود که اون فرهنگمون هم متاسفانه بوده، ولی با این حال توی این جامعه 160 هزار نفری که الان توی این بیزینس هستن، خوشبختانه بالای 6-7 هزار نفر هستن که ایرانی هستن و از ملیت افغانستان که خارج از افغانستان هم زندگی میکنن، خیلی جمعیت بزرگی هستن و دارن فعالیت میکنن و الحمدلله خیلی هاشون رو که من توی یک سال گذشته باشون آشنا شدم به درآمدهای قابل توجهی رسیدن، که این نشون دهنده اینه که شما هر کاری رو در فضای مجازی استارتشو بزنی و مداومت داشته باشی توش، قطعا به نتیجه میرسی و موفق میشی. دقیقا نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید آقای شریعتی. همین که گفتی جهانی هست این موضوع، یعنی شما الان توی ونکوور یه بیزینس دارید که فقط از همون شهر یا حتی همون محله‌ای که هستید مشتری میاد، ولی این بیزینسی که ما داریم جهانی هست، از همه جای دنیا. من الان استرالیا هستم، یه نفر عد منو توی کانادا میبینه یا توی آمریکا میبینه یا توی اروپا میبینه و دوست داره که بیزینس خودش رو شروع کنه. دقیقاً. در واقع ما تبلیغاتمون رو به همه جای دنیا، به همه آدم‌ها، به هر زبان و ملیتی میتونیم برسونیم و این یکی از واقعا مزایای این اینترنت و این دیجیتال مارکتینگ هستش. و همونطور که گفتید تکنولوژی خیلی دیر اومد تو مملکت ما تو ایران و ماها خیلی دیر، در واقع بهش میگن تأخر فرهنگی، این که ما یه تکنولوژی میاد تو کشورمون ولی راه استفاده و راه در واقع بهینه استفاده کردن از اونو یاد نمیگیریم. اون اوائل که اومده بود همه خب در واقع بیشتر چت میکردن و کار آشنایی و اینا بودش، نمیدونستیم که باهاش میشه کلی کار علمی انجام داد، کلی در واقع باهاش درس خوند، کلی کار درآمدزایی انجام داد. ولی خب اومدیم تو کشورهای دیگه، مهاجرت کردیم و فهمیدیم که خیلی کارهای دیگه میشه انجام داد و خیلی در واقع مزایای دیگه داره. و همونطور که گفتید واقعا در واقع اون درسایی که ما توی این بیزینس میخونیم، اون علم روز دنیا رو که یاد میگیریم، خودش واقعا یکی از کورسایی هستش که دوستان میتونن توی دانشگاه مثلا 2-3 سال وقتشون رو بذارن، با کلی هزینه $10,000 $20,000 بپردازن و این کورس رو بگذرونن و بعد تازه رزومه بنویسن و بعد تازه بیفتن دنبال کار بدون اکسپریانس. ولی خب تو این بیزینس وقتی دوستان وارد میشن، تمام آموزش ها به صورت ویدیو بیس با همراهی کوچ و منتور در اختیارشون قرار میگیره و هم یه علم جدید یاد میگیرن، هم میتونن پول در بیارن. در واقع هر دو با هم هستش، یعنی هر دو سود رو با هم دیگه انجام میدن. و همونطور هم که گفتید یه بی‌اعتمادی وجود داره مخصوصا تو ایرانی ها، ولی خب نسل جدید واقعا اصلا با اینترنت بزرگ شدن دیگه. بچه های ما هم موقعی که به دنیا آمدن موبایل دستشون بوده، دست ما دیدن با لپتاپ، همه اینا دیگه واردن و واقعا یه میراث خوبی هست از طرف ما به بچه هامون، این که ما این بیزینس رو جلو ببریم و به دست اونا بسپاریم. آقای شریعتی در مورد این مرحله بازنشستگیش هم یه توضیح بدید اگه ممکنه، چون واقعا یکی از مزایای خیلی خوب این بیزینس هستش که خیلی ها به خاطر همین واردش میشن. بله، من برای اینکه اینو توضیح بدم دوست دارم از اینجا شروع کنم که اگر دوستانی هستن که صحبتهای ما رو شنیدن و دوست دارن که کمی اطلاعات بیشتری داشته باشن و 0-100 این بیزینس رو بفهمن دقیقا چی، چون واقعا با یه رو 20 دقیقه نیم ساعت صحبت کردن
مثل این نیستش که مثلا من میگم الان نمایشگاه اتومبیل زدم و بعد طرف مقابلم متوجه میشه خب نمایشگاه اتومبیل میره یه سری ماشین میخره، تعمیر میکنه، میفروشه، ولی اینکه این وسط چه اتفاقاتی میفته رو خب تنها کسانی میدونن که قبلا بنا به دلایلی تو این کار بودن. در رابطه با بیزینس آنلاین، این بیزینسی که من و خانم مهاجرانی داریم انجام میدیم، راهش خیلی ساده است. مرحله اولش اینه که ما در زیر این ویدیو یک وبسایتی رو برای شما معرفی میکنیم که شما باید برید اونجا اسم و آدرس ایمیلتون رو بذارید، برای شما لینک یک وبینار رایگان حدود 90 دقیقه‌ای میاد. حتما توصیه میکنم دو بار یا حتی اکثر سه بار این ویدیو رو ببینید اگر واقعا کسی هست که میخواد بیزینسی بزنه و وقتش رو بذاره و به این امید که میخواد درآمد کسب کنه. خب قطعا باید حداقل وقت بذاره، حالا سرمایه هم نمیخواد بذاره، باید وقت بذاره دو سه بار این ویدیو رو ببینه. قطعا برای شما یک سری سوال و ابهام پیش میاد، این سوالات و ابهاماتتون رو یادداشت بکنید، با من یا با خانم مهاجرانی در تماس باشید، ما حتما تا اونجایی که بتونیم کمکتون میکنیم، سوالا رو جواب میدیم. در مرحله بعد، بعد از اینکه سوالاتتون رو متوجه شدین، همه جوابا رو از ما گرفتین، وارد مرحله آزمایشی میشید که توی این مرحله آزمایشی دقیقاً 0 تا 100 بیزینس برای شما توضیح داده میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما 149 دلار آمریکا به عنوان امانت به این کمپانی کانادایی پرداخت میکنید. 30 روز برای شما حدود 5-6 ساعت ویدیو رو میفرسته که این ویدیوها رو میشینید توی 30 روز با دقت نگاه میکنید، چندین بار نگاه میکنید. کمپانیایی که شما باشون سر کار خواهید داشت، محصولات و خدماتی که اینا ارائه میکنن رو بهتون معرفی میکنه، نحوه پرداخت کمیسیون ها رو به شما مشخص میکنه، اینکه امروز از چه جایگاهی بعداً به چه جایگاهی میرسید رو قشنگ تو چارتش برای شما توضیح میده و بعد به شما نشون میده که بعد از اینکه به یک لول خاصی رسیدید شما کوالیفای میشی، شما به مرحله میرسی که یک پسیو اینکام داشته باشی، یک حقوق پسیو داشته باشید که معادل حقوق بازنشستگی هست. دوستانی که زودتر از من شروع کردن بین 3 تا 5 سال، بعضی از دوستان هستن تو 3 سال، بعضی هستن تو 5 سال به این مرحله رسیدن و یک پسیو اینکام مادام العمری دارن که بین 3000 دلار تا حدود 20000 دلار هست و این 3000 دلار تا 20000 دلار هم خودش بستگی به این داره که شما در طول دوران بازنشستگیتون دوباره به افراد دیگه از این جامعه بازاریاب‌های آنلاین دارید کمک میکنید، آموزششون میدید و جایگاه خودتون رو بالاتر میبرید. هرچی آموزش بالاتری داده باشید، آدم بیشتری رو تربیت کرده باشید، حقوق بازنشستگی بالاتری میگیرید. این از اون مزایایی است که حالا مثلا کسی که تو سن سال من هست و تازه مهاجرت کرده، خب نمیتونه خارج از کشور 40 سال کار بکنه و تازه یه حقوق بازنشستگی 1700 800 دلاری 2000 دلاری بگیره. یعنی اصلا تصورش از ذهن ما خارجه. ولی برای افرادی که مثل من هستن، تصور 3 سال آینده یا 5 سال آینده خیلی دور از دسترس نیست و خب این عدد و رقم هم عدد و رقمیه که حتی خدای نکرده اگه برای کسی اتفاق بیفته به خانوادهش میرسه، یعنی به فرزندان یا به همسرش میپردازن و چیزی نیستش که خدای نکرده با فوت کسی قطع بشه. بنابراین ارزشش رو داره که شما این نکته رو یادم رفت بگم که توی مرحله آزمایشی شما 149 دلار امانت میدی، 5-6 ساعت ویدیو رو میگیری و تمام این اطلاعات رو بررسی میکنی با من و با مربیتون یا با خانم مهاجرانی صحبتاتون رو میکنید، بعد به این نتیجه میرسید که نه من اصلا آدم این کار نیستم، من اصلا نمیتونم، من وقتشو ندارم به هر دلیلی. قبل از 30 روز به ما فقط کافی اطلاع بدید که آقا من نمیخوام انجام بدم، 149 دلار به شما برگردونده میشه. یعنی تا این مرحله شما 100% ریسک فری و بدون اینکه هزینه کرده باشید با 0 تا 100 یک بیزینس آشنا شدید. اگر هم بخواید وارد بشید که دیگه اون دقیقاً تو اون 5-6 ساعت ویدیوی دوره آزمایشی به شما گفتن که با چقدر سرمایه وارد بشید و نتیجه کارتون چی میشه. هر چقدر این سرمایه گذاری اولیه‌تون
که میگم در مقایسه با کار آفلاین بسیار کوچیکه، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست، عددهای مثلا 2-3 هزار دلاری عدد بزرگی نیست. اونا میتونید انتخاب